ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو از اربیل همراه ما هستند. خانم مستجر، با وجود مخالفت گسترده افکار عمومی و جامعه جهانی، جمهوری اسلامی امروز حکم اعدام 4 زندانی کرد رو اجرا کرده. احزاب کرد هم به همین دلیل خواستار اعتصاب عمومی شدند. ارزیابی شما رو در این باره بشنویم. سلام و درود، وقتتون بخیر. بله، دقیقا همونطور که میفرمایید، امروز پس از اعدام 4 عضو کمیته کردستان توسط جمهوری اسلامی و به قتل رسوندن این افراد به طور همزمان، وضعیتی بسیار میتونیم بگیم خشمگین و تأسف‌بار در جامعه کردستان و در سراسر ایران هم به وجود اومد و بیانیه‌های بسیاری در محکومیت این اعدام و قتل فراغذایی صادر شد که تعدادی از اون بیانیه‌ها و مختص احزاب سیاسی کرد اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودن. تعدادی از اونها با همراه با محکومیت شدید اعلام کرده بود و از مردم درخواست کردن که به اعتصاب سراسری در مناطق کردستان بپیوندند در محکومیت اعدام این افراد و نگرانند از اینکه اعدام‌های بیشتری در راه است و جان افراد بیشتری به ویژه زندانیان سیاسی در خطر هستش و تأکید کردن که جامعه کردستان در کل تأکید میکنه طی این روزها و نگرانی هایی که در قبال اعدام اجرای حکم اعدام این افراد در جریان بود، اعلام میکردن که تمام سالهای درازی که جمهوری اسلامی در کردستان و در ایران حکومت میکنه، از اعدام به عنوان یکی از مدل های ابزار سرکوب استفاده کرده و هدفش تنها خفه کردن صدای آزادی خواهی و آزادگی در کردستان و در ایران هستش و تأکید کردن که چنین اعدام‌هایی مانع ادامه مبارزات سیاسی اونها و تحقق سیاست سرکوب توسط جمهوری اسلامی نمیشه. در یک ابتکار عمل هم برای اولین بار سازمان‌های حقوق بشری فعال در کردستان و در ایران از تمامی اقشار جامعه کردستان خواستن که برای ممانعت از صدور احکام بیشتر اعدام و اجرای احکام افرادی که در خطر اعدام هستند در روزهای آینده، فردا سه‌شنبه به یک اعتصاب سراسری بپیوندند و با این حرکت توجه ملی و بین‌المللی جلب بکنند نسبت به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در کردستان و در ایران. متشکرم از توضیحاتتون. ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو از اربیل همراهمون بودید.